سلام، خوش اومدید به جلسه سوم وبینار ویروس عالمگیر و هندسه بحرانهای ما. در این وبینار بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی ایران و تأثیر شیوع ویروس کرونا بر آنها مورد بررسی قرار میگیره. مهمان و سخنران وبینار پرویز صداقت، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی است. جلسه اول به بحران مالی اختصاص داشت، موضوع جلسه دوم بحران نابرابری و تضاد طبقاتی بود و در جلسه امروز بحران زیست محیطی، رکود و بحران هژمونی جهانی مورد بحث قرار میگیره. با این توضیح که شما میتونید سوالاتتون رو در پلتفرمی که در اون جلسه رو دنبال میکنید، در فیسبوک، توییتر، یوتیوب مطرح کنید، از آقای صداقت دعوت میکنم که بحث خودشون رو ارائه کنن. خب عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز، چون که شاهد بودید در برنامه زنده که شب گذشته پخش شد، متاسفانه به سبب اشکال ارتباطی کیفیت صدا کیفیت مناسبی ندارید. به درخواست دوستان قرار شد که یک بار دیگه بحث رو به طور مختصر ارائه بدم برای اون دسته از دوستانی که مایل بودن بحث رو دنبال کنن و با کیفیت بهتری صدا رو در اختیار داشتن. در دو جلسه نخست وبینار حاضر، ضمن مرور گذرا به تکوین و تکامل سرمایه‌داری در ایران، تلاش کردم بحران‌های ساختاری در اقتصاد امروز ایران رو با توجه به گره‌ها یا انسدادهای ساختاری که در دور پیمایی‌های همباشت سرمایه در اقتصاد ما وجود داره تشریح کنم. در این دو جلسه کم و بیش به تفصیل بحران‌های بخش مالی و بحران ناشی از شکاف طبقاتی رو تشریح کردم و توضیح دادم که سیاست‌های دولت‌ها در ایران بعد از انقلاب چگونه مبتنی بر ارزان‌سازی منابع طبیعی و انسانی و مالی برای تحریک و تقویت سرمایه گذاری بود. در حقیقت در دو جلسه گذشته پیامدهای این سیاست رو در عرصه بازار کار و در بازارهای مالی شرح دادم و بحث آغازین جلسه جدید بررسی پیامدهای این سیاست در قالب بحران زیست محیطی که امروز شاهدش هستیم. در محیط زیست طبیعی، چنان که در جریان هستیم، علاوه بر بحران‌های داخلی شاید فرآیندهای جهانی و فراگیرتری هستیم، مانند تغییرات اقلیمی، بحث مربوط به گرم شدن کره زمین و جابجایی بارش. بنابراین بحران زیست محیطی ایران در چارچوب یک بحران منطقه‌ای و فراتر از اون یک بحران زیست محیطی جهانی جای می‌گیرد. ایران در منطقه‌ای قرار داره در خاورمیانه که یکی از بحرانی‌ترین مناطق زیست محیطی جهان است. از این طرف ما در کشور شاهد معضل کم آبی هستیم، به نحوی که متوسط بارش در ایران حدود 30% متوسط جهانیه و همین رقم هم در دهه‌های اخیر بین 15 تا 20% کاهش پیدا کرده و علاوه بر اون به سبب همین گرما تبخیر هم بیشتر شده. بنابراین ما به سبب عوامل طبیعی کمبود بارش رو در ایران و تشدید کمبود بارش رو شاهد. اما آن چیزی که این بحران رو تشکیل کرد و در حوزه بحث ما قرار میگیره، اتفاقاتی است که در زمینه مدیریت آب در ایران طی برنامه‌های توسعه نه تنها در 3 دهه گذشته بلکه فراتر از اون شاید بشه گفت از دهه 40 به این سو رخداد شده. آن چیزی که برنامه‌های توسعه ما در حوزه مدیریت آب دنبال می‌کرد، پروژه‌های سازه‌ای و تک‌بعدی بوده. از یک طرف سدسازی و بهره‌برداری از روان آب‌ها به این شکل و از طرف دیگه سیاست تهاجمی به منابع آبی که
کشور برای دسترسی به آب‌های زیرزمینی در اراضی کشاورزی. و به این دلیل منابع آبی ما در دهه‌های اخیر هرچه محدودتر و محدودتر شد، به شکلی که امروز شاهد یک بحران حاد خشکسالی هستیم و برخی پیش‌بینی‌های بسیار بدبینانه حاکی از اونه که طی سال‌های آتی و نه چندان دور بخش اعظمی از فلات ایران غیر قابل سکونت خواهد. علاوه بر بحران آبی در ایران و مسئله مربوط به خشکسالی، بحران دیگری که در حوزه زیست‌محیطی شاهد اون هستیم بحران فرسایش خاک. ایران با فرسایش 15 تا 17 تن خاک در هکتار، یعنی به طور متوسط در هر هکتار 1 میلی‌متر از خاک خود رو داره از دست میده به طور سالانه. تولید طبیعی همین خاک حدود 30 تا 40 سال طول میکشه. خاکهای زراعی ما به طور متوسط 20 سانتی‌متر کنتر، یعنی با روند فعلی، با استمرار روند فعلی طی حدود 2 قرن تمامی خاکهای زراعی خودمون رو از دست میده. مسئله سوم علاوه بر کم آبی و فرسایش خاک، بحران آلودگی هوا ناشی از سوخت‌های فسیلی و نیز پدیده‌هایی مثل ریزگرد است. پس در مجموع از یک طرف بحران محیط زیست جهانی و گرمایش کره زمین و از طرف دیگه سیاست‌های توسعه‌ای که در نیم قرن اخیر دنبال شده، برنامه‌های توسعه شهری به‌ویژه در 3 دهه گذشته، همه در جهت تهاجم به محیط زیست، تخریب محیط زیست حرکت کردن. در چنین حالتی شاید به نظر برسه در قدر هم یه بحرانی مثل شیوع ویروس کرونا با توجه به پیامدهای کوتاه مدتی که داره، مثل شرایط قرنطینه یا شبه قرنطینه که تجربه کردیم، یا کاهش آمد و شد در سطح شهرها و بین شهرها، بحران ویروس کرونا میتونه پس به طبیعت آسیب دیده از این سوانح چند دهه اخیر اندکی فرصت تنفس بده، همونجوری که در سطح جهانی هم تا حدودی شاهدش بود. پس برخلاف بحران‌های فقر یا شکاف طبقاتی که تأثیر مستقیم از شیوع ویروس کرونا در جهت وخامت هرچه بیشتر این بحران ها رو میگیرن، در مورد بحران زیست‌محیطی این تأثیر کمتره. اما از یک زاویه دیگه، از منظر کاهش منابع بخش عمومی که برای پروژه‌های زیست‌محیطی اختصاص پیدا کرده، مثلا برای مقابله با ریزگردها یا برای احیای دریاچه ارومیه و غیره، در چنین شرایطی که با بحران منابع مالی در بخش عمومی مواجه هستیم، این پروژه های احیای زیست‌محیطی هم میتونه متوقف بشه. و از جانب سوم، آن دسته، آن اندوهی از پروژه های به اصطلاح عمرانی که آسیب زننده به زیست‌محیط هم بودن، بنا به همین دلیل، یعنی به سبب کاهش درآمدهای بخش عمومی، میتونه متوقف بشه یا روندش آهسته تر بشه. پس وقتی که جمعی این به اصطلاح شرایط رو در بیاریم، به نظر میرسه برآیند عمومی این است که در حوزه بحران زیست‌محیطی در زمان بسیار کوتاه مدت، یعنی طی ماه‌های آتی با فرض ثبات سایر عوامل، شاهد وخامت بسیار شدیدی نخواهیم بود. یعنی در زمان بسیار کوتاه مدت شرایط ناشی از ویروس کرونا تاثیر مقرری بر مسائل اکولوژیکی ما نداره، در خلاف بحران‌های قبلی که صحبتش رو کردم. ولی بحران‌هایی که تاکنون مورد بحث ما قرار گرفته، بحران بخش مالی و فقر و شکاف طبقاتی و بحران طبیعت، همه بحران‌هایی بودند که به سبب نوع رابطه شکل گرفته
بین سرمایه گذار، بین سرمایه و عوامل تولید، هم از عوامل مالی، عوامل انسانی و عوامل طبیعی شکل گرفته. بحرانی که در ادامه میخوام صحبتش رو بکنم، یعنی بحران تقاضای مؤثر و رکود، بحرانی است که نسبت به بحران‌های یاد شده شرایط تبعی رو داره. یعنی به سبب بحران فقر و شکاف طبقاتی است که ما در استمرار این بحران به شاهد بحران فروش هم هستیم. یعنی وقتی مزد حقوق بگیران سرکوب دستمزدی دراز مدت رو تجربه کنن، همین افراد وقتی در مقام مصرف کننده، در مقام شهروند، متقاضی کالاها و خدمات هستند، میبینند به مرور قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده. پس در بعد هم به سبب توسعه فقر و فلاکت در میان مزد و حقوق بگیران، این منجر به کاهش توان خرید این گروه ها میشه. اما در ادامه این کاهش توان خرید به گروه های دیگر اجتماعی، به سایر اقشار اجتماعی هم توسعه پیدا میکنه. از این رو مثلا حاشیه سود بخش های خرده فروشی که به طور سنتی در اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر حوزه فعالیت خرده بورژوازی سنتی بوده، به شدت کاهش میکنه و همین هم باعث میشه که فعالیت خرده بورژوازی هم حیات درازمدتش با مشکلاتی مواجه بشه و فقر و فلاکت در میان این در دراز مدت افزایش پیدا کنه. پس مسئله این که به تبع بحران فقر و شکاف طبقاتی رخ میده در عرصه بازارها، رکود و بحران تقاضای مؤثر هست. مثالای متعددی میتونیم از این قضیه بزنیم، از بحران تقاضای مؤثر که برای دنبال کنندگان بحث حاضر موضوع گویاتر و مشخص‌تر بشه. به عنوان یک مثال به بحران در بخش مسکن توجه کنیم. یکی از به اصطلاح بخش‌های پیشگام، یعنی بخش‌هایی که در نظر گرفته شده به عنوان بخش‌هایی که توسعه آنها به سبب مجموعه ارتباطات افقی و عمودی که با سایر بخش‌های اقتصادی و سایر فعالیت‌ها داره، پیامدهای گسترده‌ای می‌تونه روی تشکیل سرمایه ثابت و رشد اقتصادی داشته و اقتصاد جمهوری اسلامی بخش مسکن بوده که روش تأکید می‌شده و حتی همواره در قالب اقتصاد حقوق و قیمتی شاهد اینکه رونق‌های فاضل سوداگرانه در این بخش بود. به عنوان یک مثال، بر اساس ارقام سرشماری سال 95، آخرین سرشماری صورت گرفته در ایران، حدود 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در ایران وجود داره که البته در 3-4 سال گذشته بر اساس شواهد موجود این رقم افزایش پیدا کرد. این در حالتیه که به سبب همونطور که در بخش حق و فلاکت گفتم، به سبب سیاست‌های اقتصادی سرکوب دستمزدی و بخش فلاکت در میان گروه‌های به اصطلاح آسیب‌پذیر جامعه، به طور مداوم از سال 65 تا امروز دائم بر حجم و نسبت خانوارهای مستأجر افزایش پیدا کرد. پس نیاز به مالکیت مسکن وجود داره، اما به سبب اینکه این نیاز فاقد پشتوانه خریده، نمیتونه به تقاضای مؤثر بدل بشه و پیامدش رو در حجم بسیار وسیع خانه های خالی. حالا همین آمار خانه های خالی که گفتم در سال 95 2.5 میلیون واحد مسکونی بوده، 10 سال قبل در سال 85 در سرشماری اون سال تعداد خانه های خالی فقط 633,000 واحد یا عدد در این حدود بوده و در سال 90 سرشماری بعدی
به 1,669,000 واحد افزایش پیدا کرده. یعنی می‌بینیم کم و بیش با روند فزاینده بحران تقاضای مؤثر در بخش مسکن به عنوان یک بخش نمونه بار اقتصاد ایران دائما تشدید شده و چنان که گفتم این روند هم کماکان ادامه پیدا کرده. همینطور ما بحران به اصطلاح شکاف طبقاتی رو که عرض کردم در همین بخش مسکن هم به وجود شاهد هستیم. یعنی در کنار 2,500,000 واحد مسکونی خالی، پدیده دیگه ای که در اقتصاد ایران گسترش پیدا کرده طی دهه‌های اخیر تعداد خانه‌های دومه، یعنی خانه‌هایی که افراد صاحب خونه به عنوان حالا پسنداز یا استفاده از منابع پسندازیشون در یک بخش تمریز و حفاظت شده یا کسب سود از اجاره دادن خانه و مانند اینا خریداری کردن. تعداد خونه های دوم ما آمارش رو بر اساس سرشماری از سال 90 داریم. وقتی که سال 90 رو نگاه کنیم به سرشماری، تعداد حدود 600,000 واحد خونه خالی می‌بینیم. اما در سال 95 یعنی آخرین سرشماری همین به اصطلاح تعداد خانه های دوم از 600,000 واحد به حدود 1,600,000 واحد رسیده. یعنی نمود آشکار بحران شکاف طبقاتی که خدمتتون شرح داده بود. اما موضوع به بخش مسکن محدود نمیشه. ما خب آمار فروش و به اصطلاح سود واحد های تولیدی رو در مورد شرکت های پذیرفته شده در بود به اعداد و ارقامش دسترسی دارید. و وقتی من اونا رو نگاه کردم سال 98 رو با سال قبل مقایسه کردم با سال مالی قبل، بخش عمده ای از شرکت ها یا نرخ حجم فروششون کاهش پیدا کرده بود، یعنی نرخ رشد منفی داشتن، یا اندکی افزایش پیدا کرده بود یا کم و بیش بی تغییر مونده بود. یعنی مسئله فروش، مسئله بحران فروش و بحران تقاضای مؤثر مسئله است که تمامی اقتصاد ایران رو در بر گرفته. این به این مثلا توجه کنید که کافه شرکت های پذیرفته شده در روز بخش هایی هستند که به طور نسبی اوضاع اقتصادی و مالی بهتری دارند در مقایسه با میانگین عمره های اقتصادی در اقتصاد ایران. همین مثلا کاهش حجم فروش باز هم گواهی دیگه ایه بر مسئله ای که در بحران مالی شرح دادن، یعنی وجود حباب قیمتی در یعنی در شرایطی که حجم فروش بنگاه‌های اقتصادی کاهش پیدا کرده، حاشیه سودشون کاهش پیدا کرده، شاهد این هستیم که قیمت سهامشون افزایش پیدا کرده که این حباب بیلیارد سود منفجر خواهد شد، قابل استمرار نیست. اما به پرسش اصلی بحث برسیم که تأثیر شیوع ویروس کرونا در بحران تقاضای مؤثر چیه؟ که به نظر میرسه در این موضوع تأثیر به شدت خورناکه. حتی میشه حد زد این که در روزهای ابتدایی انتشار اخبار شیوع ویروس کرونا در ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگه شاید خالی نشدن قفسه‌های سوپرمارکت‌ها یا کاروبار فروشی‌ها و فروشگاه‌های از این دست نبودیم، شاید همین شدت فقر و مسئله بحران تقاضای مؤثر یکی از دلایلش باشه. یعنی چنان بحران تقاضای مؤثر وجود داره که حتی در شرایط نگران کننده مانند روزهای اولیه انتشار اخبار ویروس کرونا و نگرانی ناشی از شرایط قرنطینه و تعطیلی واحدهای خرد فروشی، باز هم به شدتی که در کشورهای دیگه شاهد بودیم در ایران این هجوم اتفاق نیفتاد. اما شیوع ویروس پیامدهای مستقیم و به شدت وخیم کننده
یه بحران فروش داره در مورد تمامی اقلام غیر ضروری. علاوه بر بحران تقاضای موثر هم به سبب تعطیلی موقت فروشگاه ها و شرایط چک قرنطینه که دوره ای طول کشید، هم به سبب تغییر ترجیحات مصرف کننده ها میزان فروش به شدت کاهش پیدا کرده. از این رو احتمالاً در کوتاه مدت و طی ماه‌های آتی شاهد موج مهلکی از ورشکستگی در میان بنگاه‌های کوچک و متوسط و کسبه خرد متأسفانه خواهیم بود که کم و بیش شاهد هستیم از همین نخستین هفته‌های بعد از تعطیلات آغاز شده و وضعیت نگران کننده در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط در کوتاه مدت وجود داره، به ویژه اینکه برخلاف سایر کشورها منابع چندانی از طرف بخش عمومی برای جبران خسارات وارد شده به بنگاه‌های کوچک و متوسط تخصیص پیدا نکرده و به همین دلیل شرایط نگران کننده پیش رو این بحران است. بحران دیگه که در ادامه بحث درباره بحران‌های اقتصادی بهش می‌پردازم، بحرانی است که تحت عنوان بحران بازسازی گسترده ازش نام می‌برم، یعنی انباشت زدایی که در اقتصاد ایران به شکل قرار گسترده سرمایه از این اقتصاد رخ می‌دهد. به هر حال سرمایه گذاری در این اقتصاد انجام میشه. این سرمایه گذاری منجر به کسب سود میشه. در چنین حالتی بایستی بخشی از سود مجدداً به مدار سرمایه گذاری بازگرده و بازتولید گسترده اتفاق بیفته، اما به نظر میرسه بخش بزرگی از این سودهای حاصله یا منابعی که میتوانسته صرف سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری های مجدد بشه از مدارهای اقتصاد ایران خارج شده و به مدارهای اقتصاد جهانی وارد شده. این مسئله است که تحت عنوان قرار سرمایه دربارش بحث میکنه که این هم یکی از بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران، یعنی حجم بالای قرار سرمایه رو تشکیل داده. در مورد برآورد حجم قرار سرمایه در اقتصاد ایران در منابع مختلف آمار بسیار متفاوت و متنوعی ارائه شده. در بسیاری از این آمارهایی که ارائه شده مبنای محاسبات مشخص نیست. به نظر میرسه که درک شهودی بوده که بر مبنای اون برآوردی از حجم فرار سرمایه از اقتصاد ایران در سالهای بعد از انقلاب ارائه شده که برها گمانهای خام تقریبی و اولی است. در میان بررسی هایی که من انجام دادم در پژوهشی که یکی از مراکز پژوهشی رسمی در زمینه برآورد قرار سرمایه از ایران انجام داده بود، بر اساس سرجم ارقام کسری تراز تجاری، خروج ارز و قاچاق کالاهای سنتی و کشاورزی بدون احتساب حالا یه سلسله به اصطلاح عوامل دیگه ای مثل قاچاق کالاهای تجاری دیگه، عتیقجات و کالاهای نفیس و البته بدون احتساب ارزش مالی خروج کارشناسان و افراد متخصص، با احتساب قدرت خرید پول خارجی در هر کشور صنعتی، به طور متوسط بر اساس یک الگوی اقتصاد سنجی به رقم سالانه نیمی از درآمدهای نفتی کشور به عنوان برآوردی خام و اولیه از میزان سرمایه در اقتصاد ایران بعد از انقلاب رسیده. میدونیم که اگر بخوایم اون کالاها و به هر حال غیر کالاهایی مانند ارزش استخدامی افراد متخصص
در خارج از کشور رو به این اضافه کنیم، رقم های بسیار و الان بسیار وحشتناکتری در این مورد میرسیم. پس اگر این رو ما عنوان یه برآورد اولیه و خام در نظر بگیریم و مخصوصات حقیقتا محافظه کارانه این پژوهش رو بپذیریم، با توجه به طی سالهای بعد از انقلاب تا امروز حدود 1.4 تریلیون دلار درآمد نفتی ما داشتیم، یعنی 1400 میلیارد دلار درآمد نفتی ما داشتیم، به رقم حدود 700 میلیارد دلار برآورد خام اولیه از فرار سرمایه از اقتصاد ایران طی 4 دهه گذشته می‌رسد. دلایل فرار سرمایه چیه؟ معمولاً اقتصاددانان متعارف طرفداران دیدگاه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی بود در توضیح این منظر به فضای نامساعد کسب و کار اشاره می‌کند و یه سلسله شاخص‌هایی رو که معرف فضای مساعد کسب و کار مثل سهولت انجام فعالیت، گرفتن مجوزهای فعالیت، دسترسی به تسهیلات زیرساختی، مسائلی مثل ثبت مالکیت، حفظ اعتبار، حقوق مالکیت معنوی، قوانین مالیاتی، قوانین تجاری، قوانین سرمایه‌گذاری، قوانین مربوط به ورشکستگی و مسائلی از این دست رو تحت عنوان شاخص‌های فضای مساعد کسب و کار برمی‌شمارم و به منظور مقابله با فرار سرمایه خواهان اصلاحاتی در این حوزه میشن با هدف بهبود فضای کسب و کار. خب مسئله اینه که آیا صرفا میتونیم مسئله رو تقریب بدیم به مسئله در سطح قوانین و مقررات و فضای عمومی کسب و کار در ایران، یا مسئله عام‌تر از حیث این که مسئله ایست در ذات اقتصاد سرمایه‌داری و مسئله خاص‌تر، یعنی مسئله ایست مختص اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بررسی کنید. به عنوان مسئله عام‌تر در نظر بگیرید که رشد و ناموزون مرکب در ذات سرمایه‌داری است، امریست که همواره وجود داشته، محدود و منوط به ایران است و در طی روند جهانی شدن اقتصادی در چند دهه اخیر هم تشدید شده. مثلا در طی توسعه سرمایه‌داران چین در دهه‌های اخیر هم شاهد حضور انبوهی از میلیونرهای چینی در کلان شهرهای امریکای شمالی و اروپای غربی هست. پس وقتی رشد ناموزون مرکب وجود داره، وقتی که جهانی شدن ارتباط بازارها و ارتباط جوامع رو با هم نزدیک در کرده، فرار سرمایه از منطقه‌ای به منطقه دیگه تشدید میشه. اما مسئله این است که جابجایی سرمایه از یک منطقه به منطقه دیگه در بسیاری از اقتصادها مزمن این که خروجی سرمایه داریم، خروجی سرمایه هم داریم. یعنی در همون مثال چین که زدم، حجم انگفت منابع مالی، میلیارد ها میلیارد منابع مالی و دلاری برای سرمایه گذاری به این کشور، برای بهره بردن از نیروی کار ارزان این کشور یا بازارهای مصرفی گسترده یا مسائل دیگه‌ای که وجود داره وارد این بازار میشه. اما مسئله اینه که در یه اقتصاد مثل اقتصاد ایران، حجم خروجی سرمایه به شدت نسبت به حجم خروجی سرمایه غالبه. این هم ناشی از چه؟ یعنی مسئله ای که علاوه بر مسئله عام سرمایه داران بودن اقتصاد، مسئله خاص اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی. به گمانم این مسئله رو از یه طرف بایستی به ساختار اولیگارشیک و ایدئولوژیک قدرت سیاسی در ایران توجه کنیم تا بتونیم تبیین کنیم. در حال در چنین ساختاری بخش انبوهی از
مرد که در میان آنها صاحبان سرمایه ها بخش از صاحبان سرمایه قرار میگیرند غیر خودی هستند و این بخش هم میتونه در برابر این طرز تلقی که وجود داره نسبت بهش استراتژی خروج از این فضا خروج به فضای دیگری در پیش بگیره و این امر رو در تمام 4 دهه گذشته شاهدش بودیم. از سوی دیگه این مسئله هم وجود داره که باز هم به سبب ویژگی های همین نظم سیاسی نوعی تلاطم دائمی در طبقه فرادست اقتصادی رو ما میبینیم. یعنی وقتی که حس عدم اطمینان حتی در همین فرادستان ها وجود داشته باشه، تمایل به انتقال سرمایه ها یا بخشی از سرمایه های خودش به زایر بازارها رو پیدا میکنه، برای اینکه هیچ سرمایه گذاری مایل نیست همه تخم مرغاش رو در یک سبد بگذاره. حاصل مجموع این عوامل شکل دادن به موج دائمی خروج سرمایه از ایران به سمت در تمام کشورهای مرکزی سرمایه‌داری، بلکه به سمت مجموعی از کشورهای دیگه، کشورهایی که در همسایه ایران قرار دارن. شما به عددها و رقمهایی که صرفا در مورد خرید مستقلات از طرف ایرانیان در شکل‌نشینی‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس، دبی، در ترکیه، در گرجستان دفتاده توجه به فرمایید که چه رقم هنگفتی از سرمایه در این کاره و در این کاره به حقیقتا غیر مولد و آسیب زننده داره از ایران خارج میشه. مسئله بعدی باز هم به سوال اصلی برگردیم، این است که شیوع جهانی ویروس کرونا و شرایط قرنطینه در عمل و در شرایط بسیار کوتاه مدت میتونه شتاب خروج سرمایه رو تقلیل خب به هر حال نقل و انتقال کمتر شده، دشوارتر شده، اما این امر بسیار کوتاه مدته به سبب مجموعه بحران‌هایی که به تفصیل ازش صحبت کردیم و به خامت شرایط اقتصادی دائم ما این روند رو به شکل به اصطلاح تشدید شده در کوتاه مدت و میان مدت ماها و سالهای آتی شاهدش خواهیم احتمالا. اما بحثی که هست به عنوان جمع‌بندی در مورد بحران‌های ساختاری اقتصاد بهش اشاره کنم اینه که ما از ابتدای دهه 1390 به نظر میرسه به نوعی انسداد ساختاری رسید. دلیلش هم بسیار ساده است. ببینید اقتصاد ایران رو اگه به یک کالبد زنده تشبیه کنیم، شریان هایی که جریان خون رو در این کالبد انتقال میداده اینا دچار انسداد شدن، یعنی انسداد در شکل بحران بخش مالی ما میبینیم، انسداد منابع از بخش مالی در حرکت منابع از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد رو میبینیم، انسداد ناشی از فرق و شکاف طبقاتی رو به شکل بحران فروش و تقاضای مؤثر میبینیم، انسداد ناشی از تهاجم بی‌رویه به منابع طبیعی و بحران زیست‌محیطی رو میبینیم و انسداد ناشی از خروج دائمی سرمایه که در حقیقت اینجا به شکل یک خونریزی دائم از مدارهای اقتصاد ایران، از شریانهای اقتصاد ایران به مدارهای اقتصاد جهانی رو در رو میبینیم. مشکلی که این به اصطلاح وضعیت رو به انسداد ساختاری کشونده این است که هر گونه اقدامی در راستای با قدم به گشایش نسبی در این انسدادها به نظر میرسه مستلزم اقداماتیه که با منافع نخبگان اقتصادی و برکشیده در سالهای بعد از انقلاب متضاد محصول، اما به سبب پیوند در حقیقت ارگانیک
اندام با حتی فراتر از اون همپوشی که بین نخبگان اقتصادی و سیاسی، بین اشرافیت سیاسی و اقتصادی در ایران بعد از انقلاب وجود داشته، به هر گونه اصلاح ساختاری در عمل به امری ناممکن بدل شده. به همین دلیله که در سطح این دسته از بحرانها در چارچوب دست نهادین موجود نه تنها تخفیف و حتی احتمال کاهش شتاب وخامت بحرانها بسیار اندک و کم. همونطور که به اصطلاح در مباحث دو جلسه گذشته عنوان شده بود، ما بحثمون سه متمرکز بر بحرانهای ساختاری اقتصاد ایران بوده، اما دو سطح دیگری از بحرانها مورد توجه ما قرار داده. یکی بحرانهای ژئوپلیتیک و دیگری بحرانهای سیاسی و اجتماعی. در ادامه تلاش میکنم که خیلی مختصر به بحرانهای ژئوپلیتیک در هندسه بحرانهای ما اشاره کنم و در جلسه نهایی که بحث پایانی و جمع‌بندی در هفته آینده ارائه میشه، بحرانهای سیاسی و اجتماعی رو با توجه به مجموع ریسک‌هایی که حیات اقتصادی و اجتماعی ما در معرض تحلیل قرار داده مورد بررسی قرار در محیط پیرامونی انسداد ساختاری که ازش صحبت کردم، مجموعی از بحران ها وجود داره که به شدت هم زندگی ما رو تحت تأثیر قرار داره. مهمترین اونا در وهله نخست بحران ناشی از رقابت های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و جهانیه که با ما رو در آستانه شکل‌گیری یک جنگ جدید قرار داده، یا جنگ های نیابتی رو به عنوان نشانه ای از این بحران، یا دور دوم تحریم های اقتصادی که دولت امریکا علیه ایران اعمال کرده رو شاهدش هستیم. از یک طرف با بلندپروازی های ژئوپلیتیکی که اینجا وجود داره، رقابت های ژئوپلیتیکی که منطقه عملا بخش بزرگی از منابع موجود رو از بستر نیازهای واقعی جامعه دور میکنه، از طرف دیگه هم مسائلی مثل تحریم ها با کاهش شدید ورود منابع ارزی جدید به اقتصاد وضعیت رو به مراتب دشوار میکنه. اگر بخوایم در این مورد یه توضیح مختصری در مورد ریشه های ساختاری تر و دراز مدت تر بحران بدیم، باید توجه داشته باشیم که در طول تاریخ سرمایه‌داری به عنوان یک نظام جهانی همواره شاهد صعود و در حقیقت شکل‌گیری و صعود و حصول قدرت های هژمونی بودیم، یعنی منحنی‌های بسیار دراز مدت صعود و حصول هژمونی رو در بازار جهانی سرمایه‌داری از بعد به تکیدیم سرمایه‌داری تا حدود شاهد هستیم. سرمایه‌داری، اقتصاد سرمایه‌داری، فزاده اقتصادی جهانی است، مبتنی بر بازارهای جهانی است، اما این جهان متشکل از دولت ملت هاست. برای نظم بخشیدن به این اقتصاد جهانی در چارچوب دولت ملت ها باید یک قدرت های هژمونی وجود داشته باشه. خب نکته ای که در ادامه بحث بهش اشاره می کنم برای شناخت ریشه های بحران ژئوپلیتیک کنونی، توجه به بحران هژمونیکیه که در سطح اقتصاد جهانی شاهدش هستیم. ببینید سرمایه‌داری در نفس خودش، در ذات خودش اقتصادی است متکی بر بازارهای جهانی. سرمایه بازارهای ملی، مرزهای ملی رو بر نمی‌تابه. ما در جهان دولت ملت‌ها رو داریم.
برای اینکه این نظم اقتصادی بتونه در سطح جهانی اعمال بشه در شرایط وجود دولت ملت های متعدد و متنوع، ما بایستی اقتصاد سرمایه‌داری بایست از قدرت هژمونی، از نیشن استیت، دولت ملت دارای قدرت هژمونی برخوردار باشه که نظمی به اصطلاح اقتصاد جهانی تحمیل کنه که بر اساس اون نظم توسعه سرمایه دارانه امکان پذیر بشه. ما وقتی به تاریخ دراز مدت سرمایه داری نگاه می کنیم، حرکت از یک هژمونی به هژمونی دیگر رو می بینیم. در اینجا بحث رو محدود می کنم به دوران بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی از 1945 به بعد، که شاهد هژمونی امریکا در اقتصاد جهان سرمایه‌داری در دهه‌های 50 و تا حدود زیادی در دهه 1960 میلادی، کم و بیش اقتصاد امریکا هم‌آورد و رقیبی در سطح جهانی نداشت. بحث جنگ سرد و بلوک شوروی به کنار، اینجا بحث دیگری مورد نظر. اما از اواخر دهه 1960 ابتدا در برخی از کشورهای اروپای غربی، اقتصادهای پیشرفته تر اروپای غربی و نیم ژاپن، نوعی هماوردی اقتصادی با اقتصاد امریکا رو شاهد بودیم. از دهه 1980 به بعد شاهد رقابت اقتصادی قدرت‌های جدید اقتصادی در شرق آسیا و به ویژه چین بودیم و از 2000 به بعد مجموعه گسترده‌تر و متنوع‌تری از کشورها که صرفا شامل کشورهای صنعتی شده نمی‌شوند و کشورهایی که به سبب دسترسی به منابع طبیعی، منابع مالی قابل توجهی به دست آوردن هم در این گروه می‌بینیم، مثل روسیه که در حوزه‌های به نظر می‌رسه به هماوردی‌های هژمونی پرداختند. الان با توجه به سطح تنش بین امریکا و چین به نظر می‌رسه رقابت هژمونی که اصلی میان این دو قدرته. دیدگاه‌های متفاوتی متخصصان عرصه ژئوپلیتیک در این میان دادن. بسیاری معتقدند که ما شاهد گذار هژمونی هستیم از امریکا به سمت چین. بسیاری نظر متفاوتی دارند و به ویژه با توجه به قدرت فوق‌العاده که اقتصاد امریکا و امریکا به سبب دارا بودن دلار به مثابه واحد پول ذخیره جهانی و نیز قدرت نظامی ازش برخورد داره، پیش بینی می‌کنم که کم و بیش به اشکال مختلف این هژمونی قابل استقرار باشه. دیدگاهی وجود داره که معتقده که برعکس، ما در دراز مدت چین و امریکا شاهد توافقشون، شاهد سازش دراز مدت این دو قدرت خواهیم، یعنی به اصطلاح آینده نگری های متفاوتی در این مورد ارائه شده. البته من دارم میتونم دارم بحثا رو دنبال کنم، اما خب بحث من، بحث اصلی من اینجا این موضوع نیست. بحث اما اینه که وقتی که ما بحران هژمونی یا هماوردی های هژمونی رو در عرصه جهانی میبینیم، در عرصه های منطقه‌ای و جهانی شاهدی دورانی هستیم که اصطلاحاً بهش دوران کیاس، دوران آشوب اطلاق میشه. در دوران کیاس دائما ما بی‌نظمی‌هایی رو در همین به اصطلاح نظم اقتصاد جهانی، نظم سیاسی جهانی شاهد هستیم. یعنی جهان به یک بی‌نظمی جهانی گذار پیدا کرده در چنین عصری. خب بی‌نظمی اطمینانی های منطقه‌ای هم افزایش میده. خب در این بستر جهانی یکی از متلاطم‌ترین مناطق جغرافیایی خاورمیانه است، یعنی محیط پیرامونی که کالبدهای
اقتصادی و اجتماعی ما رو در بر گرفته و شاهد تحولات جدی در خاورمیانه هستیم. نکته‌ای که در ادامه بحث بحران هژمونیک بهش اشاره می‌کنم و بحث جلسه فعلی رو تموم می‌کنم با این اشاره به این فضا، بحث مربوط به خاورمیانه است. دلیل اشاره من به این بحث در چارچوب بحث حاضر این است که در بحث نهایی وقتی که می‌خوایم تلاش کنیم با توجه به مجموعه عوامل بحران‌های اجتماعی راهی برای آمدیت یابی و راهی برای برون رفت در بحران‌ها رو پیدا کنیم، به گمانم این راه بایستی در وهله نهایی مبتنی بر نوعی انترناسیونالیسم منطقه‌ای باشه و بر همسرنوشتی ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه در این هم برای برون رفت از بحران‌ها تأکید داره، یعنی برخلاف آن ناسیونالیسم میتونم بگم بدوی باستانگرایی که در سالهای اخیر مد شده، مطرح شده، بنیانهای نظری پیدا کرده، برای خودش به اصطلاح پیشینه نظری تعیین میکنه، به هگل اتکا میکنه و غیره، آن چیزی که ما رو به برون رفت از این بحران‌ها کمک میکنه نه ناسیونالیسم‌های بدوی از این دست، بلکه نوعی نگاه انترناسیونالیستی برای پیدا کردن راه‌های برون رفت از بحران که به ویژه این نگاه انترناسیونالیستی بایستی در تأکید بر امر صلح و تأکید بر امر طبیعت در خاورمیانه مبتنی شد. اما بحث خاورمیانه رو به منظور اینکه شباهت‌ها رو نشون بدم با وضعیت کنونی خودمون، ضمن اینکه تنوع‌ها و گونه‌گونی‌ها خطوط متفاوت توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، خطوط متفاوت توسعه سکولاریسم از کشور از این کشور به کشور دیگه برش اذعان داریم، اما شباهت‌های قابل تأملی هم وجود داره که همین شباهت‌ها ما را رهنمون می‌کنه به سمت یافتن راه‌های بیشتر. ما در خاورمیانه معاصر چند دوره متفاوت، چند دوره متمایز داشتیم. یعنی اگر مانند سایر بحثامون این دوره ما به اصطلاح بر اساس نوعی دوره بندی از 1945 جنگ جهانی دوم به بعد بررسی بکنیم، پایان جنگ جهانی دوم به بعد چند مقطع متمایز در خاورمیانه می‌بینیم که متناظر با مقاطع مشابهی در تاریخ معاصر ایران و جامعه معاصر ایران. مقطع اولیه از 1945-50 تا اواخر دهه 1980 در خاورمیانه نیز همانند ایران شاهد موجی از ناسیونالیسم مترقی سیاسی، یعنی جنبش همونطور که جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران دوران پیشگام این جنبش های ضد استعماری ملی گرایانه در سطح منطقه و در سطح جهان به شمار میاد، به فاصله چند سال ما جنبش های ملی گرایانه ضد استعماری رو در کشورهای متعدد خاورمیانه ای از مصر تا عراق و غیره شاهد. در کنار جریان قدرتمند ملی شکل گرفته در خاورمیانه در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، جریان چپ بسیار قدرتمندی هم در خاورمیانه وجود داشت، یعنی رقابت اصلی سیاسی در جریان های مدرن سیاسی، جریان
جدید سیاسی در خاورمیانه بعد از جنگ، رقابت میان جریان‌های ملی و احزاب چپ بود برخلاف دوران‌های بعدی. این مسئله مسئله قابل تحمل و مسئله مهمیه که در ادامه وقتی که بحث درباره سرنوشت بهار عرب میشه قابل تحمل بهش توجه بکنیم. در حوزه اقتصادی کم بیش تمامی کشورهای خاورمیانه استراتژی‌های جایگزینی واردات رو دنبال کرد، یعنی مانند برنامه‌های اقتصادی که در ایران بعد از رفورم ارضی دنبال میشد مبنی بر سیاست‌های جایگزین واردات از طریق صنایع مونتاژ و غیره در بسیاری از کشورهای خاورمیانه این سیاست‌ها رو شاهد بودیم. در بسیاری از کشورهای خاورمیانه رفورم ارضی اتفاق افتاد و به تبع اون پرولتریزه شدن نیروی کار و امر گذار به سرمایه‌داری رخ داد، امری که در خاورمیانه قابل تحمل وجود اسرائیل به عنوان یک متحد استراتژیک امریکاست که حضور تنش‌آمیزش در حقیقت تحمیلش به منطقه خاورمیانه، تحمیل وجود این کشور موجی از تنش‌ها و جنگ‌ها رو در این منطقه ایجاد کرد. یعنی از همون یوم النکبه که این کشور شکل گرفت تا امروز شاهد این مسئله بود. پس ببینید استراتژی جایگزینی واردات و مسئله تحمیل میلیتاریسم در منطقه خاورمیانه استراتژی هاست که منابع مالی اقتصادها رو میبره، چه در حوزه هزینه های نظامی چه در حوزه هزینه های اقتصادی. اتفاق مهمی که در اوایل دهه 1970 افتاد و شوک نفتی که با افزایش چند برابری قیمت نفت حجم انبوهی دلار نفتی پترودلار به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس منتقل کرد، نقش بسیار مهمی در سرنوشت دهه‌های بعد در خاورمیانه ایفا کرد. ما در اصطلاح تا اواخر دهه 1970 کشورهایی مثل مصر در حقیقت نوعی هژمونی، نوعی چیرگی منطقه‌ای و فرهنگی در جهان عرب داشتن، اما از هنگام افزایش بهای نفت و بعد از مدتی این قدرت هژمونی که کشورهای عربی از شمال افریقا و کشورهای مثل مصر منتقل شد به کشورهای ارتجاعی حاشیه جنوبی خلیج فارس. گفتیم بحران مالی که دولت‌های خاورمیانه‌ای با مواجه بودند به سبب استراتژی‌های اقتصادی که دنبال کردند و به سبب هزینه‌های میلیتاریستی که به شرایط تنش هشمج منطقه‌ای بهشون تحمیل کرد. پس اون کشورهای خاورمیانه دچار بحران شدن، جریان‌های سیاسی مترقی و سکولار این کشورها، کشورهای خاورمیانه در پی تحولات دهه‌های 1950، 60 و 70 به شدت سرکوب شدن، یعنی جریان‌های چپ و احزاب به شدت سرکوب شدن و شاهد قتل‌عام‌های گسترده چپگرایان در کشورها بودیم. بخش بزرگی از جریان ملی‌گرای مترقی سرکوب شد، بخش کوچکتری از اون به بخش دیگری از اون در نظام‌های حاکمیتی مستحیل شدن. دولت‌های استقرار یافته در کشورهایی که از دل این جنبش‌های ضد استعماری بر اومدن به تدریج شکل دولت‌های بوروکرات و دیکتاتوری‌های بناپارتی رو به خودشون گرفتن که مخالفانشون رو به شدت سرکوب کردن و یک الیت
جدید نظامی و این کشورها حاکم شد. این وضعیتی که در اواخر دهه 1970 شاهد هست، یعنی از یه طرف دژنره شدن تباهی مجموعه اون جنبش ها به تغییر شکل یافتنشون به دولت های نوع بناپارتی سرکوبگر، از طرف دیگه سرکوب جریانات سکولار، از جانب سوم قدرت مالی عظیمی که در کشورهای منطقه خلیج فارس هم داشته شد. همه اینا آغازگر یک دوره تازه‌ای در خاورمیانه بود که از 1980 آغاز شد. این دوره رو خود خاورمیانه اعراب نامش رو گذاشتن دوره انفتاح، همون آزادسازی اقتصادیه، همون تعدیل ساختاریه، همون نئولیبرالیسمیه که مورد انتقاد ما قرار داره. که از 1980 به بعد در پی توصیه های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی در بستر اقتصادهای از نظر مالی و شکسته خاورمیانه به سبب استراتژی های جایگزینی واردات و هزینه های نظامی اجرا شد. حاصل اجرای این سیاست ها توسعه فقر و شکاف طبقاتی در طیف گسترده ای از کشورهای خاورمیانه بود، مانند همه جای جنگ. همون پیامدی که اجرای سیاست های نولی داری از امریکای لاتین تا امریکای شمالی تا اروپا تا نقشی کشورهای اروپای شرقی، در حقیقت کشورهای پس کمونیستی و کشورهای دیگه برجا گذاشته در خاورمیانه هم داشت. در شرایط حذف جریان های سیاسی دگراندیش سکولار از دهه 1980 ما با پدیده‌ای تحت عنوان اسلام سیاسی مواجه شدیم که روز به روز قدرت پیدا می‌کرد. از یک طرف تحولات درونی خاورمیانه و پیکره‌بندی طبقاتی جدیدی که در خاورمیانه شکل گرفته بود، بستر مساعد اجتماعی برای تکوین و گسترش اسلام سیاسی فراهم کرده بود، چرا که بخش بزرگی از مردم در کشورهای خاورمیانه از برنامه‌های توسعه به حاشیه دورده شده بودند، بیکار بودند، بی‌ثبات‌کار بودند، لشکر عظیم لومپن پرولتاریا رو شکست تشکیل می‌دادند. از طرف دیگه بحران‌های ناشی از شرایط آنومی که ناشی از گذار از جامعه سنتی به شرایط مدرن به لحاظ فرهنگی عواملی از این دلیل وجود داشت. از جانب سوم سیاست منابع مالی کشورهای ارتجاعی حاشیه جنوب خلیج فارس وجود داشت و مسئله بعدی اون سیاست جنگی به اصطلاح دیوار سبزی که برای مهار کردن اتحاد شوروی از دهه 1980 و جنگ بستان افغانستان خیلی دوبار کرد. بنابراین فضا مساعد شد برای رشد اسلام سیاسی. ما از دهه 1980 فضای خاورمیانه رو در حقیقت فضای رقابت دو جریان اسلامگرای سیاسی و نظامیان به عنوان الیت جامعه شکل گرفته در خاورمیانه بعد از استعمالی شاهد بود. مسئله ایران هم اینجا در نظر بگیرید که وضعیت کلافیش مشابهی رو شاهد بود. یعنی مثلا در مقطعی که انقلاب در ایران رخ داد در مقایسه بکنید به ناحیخی مثلا با سال 32 سال جنبش ملی شدن صنعت نفت، جریان چپ و جریان ملی مترقی یعنی احزاب سیاسی سکولار به شدت تضعیف بودن، چون در معرض سرکوب دراز مدت 25 ساله قرار گرفته بودن در حال مختلف، ولی جریان مذهبی قدرتمند بود، شبکه های مساجد خودش رو
داشت و حفظ کرده بود و این روی سرنوشت آتی اختلاف تاثیر گذاشته. ما وقتی که این تضاد نظامیان و اسلامگرایان سیاسی رو در خاورمیانه می‌بینیم از دهه 1980 به بعد و پس همون مرحله، یعنی اولین بار بیگان در الجزایر شاهد رویارویی نظامیان و اسلامگرایان بودیم، بعد در سالهای بعد از بهار عربی رفت شدت گرفت. مسئله مهم اینه که این برنامه‌های اقتصادی اجرا شده، این جامعه آنومیک، این رشد ناموزون قابلیت استقرار نداشت، این نرخ‌های بالای بیکاری و بی‌ثبات کاری، ما در 2000 به مقطعی در مقطعی بودیم در دهه دوم هزاره جدید که خاورمیانه در آستانه یک انفجار قرار گرفت و این انفجار رو حالا سوزی محمد رو عزیزی در تونس ایجاد کرد که موج اول بهار عربی شکل گرفت که این موج اول بهار عربی کم و بیش سرنوشت تاجیکی پیدا کرد به سبب همون خلأ سیاسی ناشی از ضعف نیروهای سکولار در خاورمیانه. اما موج دوم بهار عربی که از سال گذشته آغاز شد به شکل اعتراضات در سودان و الجزایر عراق و لبنان دیدیم که پیوندی‌هایی هم با اعتراضات جهانی داره، حائز یک ویژگی متمایز که لازم بهش تأکید کنیم. این ویژگی متمایز این است که این به اصطلاح جنبش‌های اعتراضی جدید، موج اعتراضی جدید صرفاً با الیت نظامی طرف نیست، یعنی در جبهه قرار داره که یک طرف الیت نظامی هستن، یک طرف اسلامگرایان سیاسی. یا مثلا در مورد سودان با میلیون نوعی همپوشی بین هر دو وجود داشت. من بحثم تا اینجا به پایان میبرم. بازم سپاسگزاری میکنم از دوستان رادیو زمانه که زحمت کشیدن دو بار دیگه این بحث رو ضبط کردن. امیدوارم این بار مشکل صوتی نداشته باشیم و بتونم نظرات اصلاحی و انتقادی دوستان بهره ببرم برای تقویت بحث در فرصت‌های آتی. خیلی سپاسگزارم ازتون. جلسه آتی جلسه پایانی این مجموعه ببینم کار. ممنونم. خدا حافظ. خیلی ممنون از آقای صداقت، از شما هم که جلسه رو پیگیری کردید ممنونم. بعد چند پنج دقیقه تنفس برمیگردیم برای طرح سوالات و شنیدن پاسخهای آقای صداقت. سلام عرض میکنم مجدداً و پیش از شروع در واقع پرسش و پاسخ، آقای صداقت یک پاسخی دارند به آقای مهرداد وهابی در وبینار آخرشون و صحبتهایی که در واقع خطاب به آقای صداقت گفتند. آقای صداقت بفرمایید. خیلی متشکرم. من از دوستان اجازه خواستم قبل از اینکه پرسش و پاسخ ها رو آغاز کنیم، با توجه به فرمایشات که آقای دکتر مهرداد وهابی در پایان جلسه ششم وبینار خودشون در جمعه گذشته مطرح کردند و به مباحثی اشاره داشتن که در این سلسله جلسات مطرح بوده، خب لازم دونستم برای روشن شدن موضوع نزد ایشون و نزد دوستانی که این سلسله مباحث رو دنبال کنن نکات رو یادآوری کنم. ابتدا قبل از هر چیز از توجه ایشون به مباحثی که مطرح کردم سپاسگزاری میکنم. واقعا از نحوه ایشون تلاش میکنم بیاموزم و از گفتگو قطعا استقبال میکنم. فقط به اختصار چند نکته رو درباره صحبت های ایشون مطرح کنم. نخست این نکته ای که ایشون مطرح فرمودن این بود که مباحث در این جلسات عنوان شده به جای آن که به عنوان وبینار مربوط باشه نقد نظرات ایشون بود. ببینید
کل سرفصل های مباحثی که در دو جلسه نخست مطرح شده، فیلم های این دو جلسه، فایل های صوتیش، هم موجود بحث در باره روش شناسی مسئله سرمایه‌داران بودن اقتصاد ایران، بحران بانکی، بحران به اصطلاح و واقع قیمتی در بورس، شرایط تشدید فقر و فلاکت و شکاف طبقاتیش، بحث تحولات سیاسی دهه نخست انقلاب، تضعیف قدرت سیاسی و اجتماعی طبقه کارگر، انواع سیاست های نئولیبرالی که در روابط کار دنبال شده، سیاست های پولی و بانکی مالی جمهوری اسلامی، سیاست های مالیاتی و بسیاری از مباحثی دیگه مطرح شده. ببینید این مباحث ارتباطی با نقد آقای دکتر وهابی نداشته هیچ کدوم، مگر اینکه هر دیدگاهی مخایر دیدگاه خودشون رو یا هر دستگاه نظری و مفهومی مخایر با دیدگاه خودشون رو تا در نوست به عنوان نقد مستقیم خودش تلقی کنه. اما مسئله ای که هست در پاسخ یکی از همراهان محترم در جلسه دوم که نظر من رو در مورد کارهای آقای دکتر وهابی جویا شده بودن، به اختصار تمام و واقعا به گمان خودم به احترام تمام نظراتم رو در این مورد مطرح کردم و بلافاصله منشی محترم هم یادآور شد که با توجه به اینکه نظرات آقای دکتر وهابی نقد شده، از ایشون هم دعوت میکنیم که در صورت استدلالی دیدگاه خودشون رو مطرح کنند. بنابراین ابتدا میخوام تأکید کنم در چارچوب کلی بحث امر غیر حرفه‌ای رخ نداده و این امر که من بیام در مجموعه مباحثی را چه به بحران‌های اقتصادی سیاسی و اجتماعی ایران به نقد دیدگاه‌های دیگری به موضوع دیگری بپردازم، هم امری غیر حرفه‌ای و هم امری غیر اخلاقی و این حدود به گمان من اتفاق نیفتاده، تاکید می‌کنم روی این مسئله. اما آقای دکتر وهابی در پاسخی که به مباحث من دادن خیلی به تفصیل هم دادن، طی پنج بند ارائه کردن، از جمله مواردی رو که در صحبت‌های من در انتقاد از سایر دیدگاه‌ها مطرح شده بود همه رو نقد دیدگاه خودشون داد و من این برام جای سواله چرا ایشون آماج نقدهای من بر محافل دست‌درازی در اقتصاد سیاسی ایران رو خودشون میدونن. برای مثال در نقد دولت راستیه در صحبتهایی که مطرح کردم در دو جا به طوری دولت راستیه اشاره کردم و طرح اون رو در دو مرحله بسیار تقسیم بندی کردم، یکی طرح اولیه و دوم طرح بعدی در دو دهه اخیر، و مدعی شدم به اصطلاح طرح اخیر عمدتاً قالب یک پروپاگاندای سیاسی نئولیبرالی رو پیدا کرده. اهل اقتصاد میدونن که دولت راستیه رو ابتدا زندگی دکتر مهدوی مطرح کرد و در ادامه جمعی از همفکران ایشون طرح کردن و هم در ایران هم در جهان این امری ثبت شده در تئوری‌های به اصطلاح در ادبیات اقتصادی که دولت راستیه سهم آقای دکتر مهدوی در علوم اقتصادی. خب اما من به طور مشخص بازم این کاربرد تست در باره به یک پروپاگاندای سیاسی در سالهای اخیر رو مورد انتقاد قرار دادم. من از دوستان خواهش میکنم تصویر یک رو که به اصطلاح از اینترنت هست نمایش بدم. ببینید نشریات نوروزی داخل ایران کم و بیش به صورت دائم از سطح دولت رانتیر برای ترویج دستور کار خصوصی اقتصاد ایران بهره میبرند. من برای روشن شدن ذهنشون یک نمونه رو الان نمایش دادم که مربوط میشه به تصویر صفحه اول سایت و بازرگانی ایران و مقاله یکی از رؤسای اتاق بازرگان. من هدف نقدم آماجه نقدم این دیدگاه بوده. نمونه دوم که باز هم به گمان من ارتباطی با نقد دیدگاه های آقای دکتر وهابی نداره یا امیدوارم نداشته باشه، نقد اصطلاح خصولتیه که من نمیدونم چرا نقد من روی اصطلاح خصولتی سازی رو نقد دیدگاه خودشون میدونم، در حالی که این نقد هم یک پروپاگاندای گسترده است در سطح ایران که شکست سیاست خصولتی سازی در سالهای اخیر رو به سبب
عدم واگذاری به بخش خصوصی واقعی بدانند، این تبلیغ رو انجام میدن. برای باز هم برای آقای بینندگان محترم محترم این بحث جناب دکتر وهابی، خواهش کنم دوستان تصویر شماره دو رو نشون بدن که صفحه موتور جستجوی گوگل بعد از نگارش کلمه خصوصی. ببینید بالغ بر 700,000 نمایش این کلمه رو در فضای وب میبینید. من نمیدونم چرا در 700,000 وقتی یک واژه فقط در فضای وب تکرار شده، نقد کاربرد اون واژه رو ایشون نقد خودشون میدونن. خب آیا میتونم بپرسم این فرافکنی از کجا ناشی میشه؟ ببینید من از چنین نقدهایی که مطرح میکنم در حقیقت وفاداری و پایبندی رو به سخن جان کنت گالبرایت در رساله اقتصاد شناسی تقلب معدومانه دارم مطرح میکنم، دارم طرح میکنم. وقتی از دروغ ها یا شبه واقعیت هایی رو که به قول گالبرایت شکل علم، لباس علم به تن میکنه در خدمت قدرتمندان و پس از مدتی رنگ عقل سلیم به خود میگیره و او این دروغ ها رو تقلب های مقصومانی عالمان علم اقتصاد اقتصاددانان میدونه. من به این سخن گالبرایت وفادارم در نقد هایی که در حوزه اقتصادی انجام شد. به موارد متعددی دیگه دارم میتونم اشاره کنم که باز هم اونا رو ناشی از توی تفاوت بدونم. مثلا اینکه من طرفدار اقتصاد دولتی هستم، در حالی که نه در این بستر کنگ بحث هایی که در سالهای اخیر داشته دائم در ضرورت دموکراتیک سازی دولت به عنوان نخستین گام برای عبور از بحران ها تاکید کرده. اما با همه این حرفا تردیدی ندارم که اختلاف جدی در نوع نگاه و رویکرد به اقتصاد سیاسی ایران بین آقای وهابی من به هم تکرارم وجود داشته و وجود داره. تلاش های ما مانده تر بر مبنای چارچوب نظریه که پیشه در اقتصاد سیاسی مارکسی داره. این روی کرد قطعا در تضاد با گرایشی که از مفاهیم و چارچوب های نظری اقتصاد متعارف و به طور همزمان از ایده های رادیکال سیاسی بهره میبرد. به عنوان مثال اشاره ایشان در جلسه اخیر به انتشار مقاله هم در نشریه هترودوت یو آر پی دی، نشریه دگرندیش یو آر پی دی اتحادیه اقتصاد سیاسی رادیکال، و هم در نشریه ارتودوت و بقایت دست راستی هاکین شد. به نظر من شاهدی بر همین مدعا آقای دکتر وهابی به خوبی میدونه انواع گرایش های دگرندیش اقتصاد سیاسی بنیادهای معرفت شناختی نشریه پابلیک چویس را از اساس قبول ندارد. مأموریت نشریات مثل پابلیک چویس در تمامی دهه‌های اخیر از بعد تأسیسش تا امروز تلاش برای انتقال معرفت شناسی و اقتصاد نوکلاسیک به حوزه علوم سیاسی و حقوق بوده. تحت عنوان مطالعات بین‌رشته‌ای پابلیک چویس بخشی از پروژه سرکوب چپ‌بدگر اندیشی در حوزه علوم اجتماعی رو دنبال کرده. مأموریتش اینه در تناقض ماهوی با بنیادهای نگاه منطقی دیالکتیکی و تاریخی مارکس در اقتصاد مارکسیستی طبقات حضور دارد. مگر میشه از رانت بگیم بدون اینکه ارزش اضافی وجود داشته باشه؟ دولت مگر یک نهاد در اقتصاد سیاسی مارکسی؟ دولت یک رابطه سیاسی و طبقاتیه؟ شرط حضور در پابلیک چویس کنار گذاشتن همچین باورهاییه. من سوالم اینه میتونیم به طور همزمان از رادیکالیسم سیاسی بگیم اما به لحاظ ذهنی مفاهیم محافظه‌کارانه نظری رو مبنای کارمون قرار بدیم؟ اما حرف آخرم و بحث رو طولانی نکنم اینه که چپ ایران سعی خاص از پولمیک های بیزمار خاصی، اما معتقدم آنچه بیش از هر زمان دیگر نیاز داریم گفتگو. گفتگو نه البته دعوت به گفتگو با زبانی که بیشه باحت به دعوت به دوئل نیست. از این رو طبعا از هر فرصتی برای گفتگوی مستقیم با آقای دکتر وهابی در زمینه این مسائلی که البته در حوزه پژوهشی باشه
و اولویت داشته باشه استقبال. در پایان باز هم از اصطلاح نفت ایشون سپاسگزاری میکنم، از فرصتی که رادیو زمانه در اختیارم قرار داد سپاسگزاری میکنم و از دوستان عذرخواهی میکنم که بخشی از بحث رو از بحث اصلی خارج کردیم و به موضوعات دیگر پرداختیم. خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید بپردازیم به پرسش ها و اصطلاح پاسخ ها. خیلی ممنونم از آقای صداقت. آقای صداقت حدود 11 دقیقه صحبت کردن در پاسخ به آقای بهابی. آقای بهابی هم حدود 30 دقیقه جلسه قبل حتی با آقای صداقت حرف زده بودند و با توجه به اینکه در جلسه قبلی هم آقای صداقت 15 دقیقه حرف زده بودن، کم و بیش فکر میکنم برابری سوری از حیث زمان اختصاص شده برای پاسخگویی رعایت شده باشه. با توجه به علاقه زمانه و اعلام آمادگی طرفین، زمان جلساتی رو برای گفتگوی رو در روی آقای وهابی و صداقت برگزار خواهد کرد که تاریخ اونها متقابلن اعلام خواهد شد. خیلی ممنون. شما در سوال در مورد بورس توضیحات کافی دادید، ولی با این حال چون موضوع روز هست ای نقطه گفتگو پرسیدن که در مورد بورس و بورس بازی در وضعیت کنونی توضیح شرح بدید. میخواید چیزی اضافه کنید یا؟ من خیلی مختصر میگم چرخه فساد و تباهی بورس و خب طبیعتاً من توضیح به حضور در این بازار به خاطر ماهیت این بازار مبتنی بر یک ماهیت در حقیقت آسیب زننده به اقتصاد هست نمی‌کنه. در مرحله فعلی بازار اوراق بهادار ریسک بسیار بالایی داره به سبب اینکه قیمت سهام در تناسب نامتعارف و بسیار خطرناکی با متغیرهای بخش واقعی یعنی به ویژه دارندگان پسندازهای کوچک و گروه های متوسط جامعه توصیه اکید من اینه که اصلا دچار این وسوسه نشن که برای حفظ ارزش پولی که در اختیار دارن به این بازار مراجعه کنن و به طریق رودا اون کسی که پسندازش رو به شکل دیگه ای داره فقط اونو تفریح کنید در خاطر با وسوسه سوداگری در بورس اوراق بهادار میتونه آسیبای بسیار جدی از این بازار ببینه. خیلی ممنون. معین پرسیدن که شما حسابداری سبز و طرح‌های اینچنینی رو و مؤلفان رو یه جوری زیر نگاه خیرمآبانه در حوزه زیست محیطی یا اساساً سیاست‌های نئولیبرالی در خدمت ساخت سرمایه می‌بینید یا نوعی نگاه برای بهبود مسائل محیط زیستی؟ ببینید اینکه راه حل مسائل زیست محیطی چیست؟ اگر ما به حسابداری سبز محاسباتی که در حوزه هزینه فایده و غیره انجام میشه برای ملاحظه مسائل زیست کنیم توجه کنیم و صرفا به اینا اتکا کنیم، راه حل بنیادی برای مسائل زیست پیدا نمیکنیم. به خاطر اینکه اساسا انباشت سرمایه در مقایرت با متابولیسم یعنی در حقیقت رابطه متابولیک منطقی و سازنده انسان این رابطه رو دائم داره مختلف. حالا بحثایی که در حسابداری سبز مطرح میشه یا در محاسبات هزینه فایده در این چارچوب مطرح میشه، بحثایی که میخواد بیاد آسیب‌های زیست محیطی رو اندازه‌گیری کنه با روش های حساب داریم. معمولا روش هاییست که اولا بخش بزرگی از آسیب ها رو به خاطر اینکه قابلیت تبدیل به واحد پولی به ریال دلار یا هر واحد پولی دیگری رو نداره
چرا که اساساً ثروت‌های فرانه ثروت‌های متعلق به تمام مردم تمام نسل‌ها نمی‌تونیم در رو به ارزش‌های پولی به کار برآورد‌های ناقصی به دست می‌آید. آن چیزی که به ویژه خطرناک‌تره این است که تصور کنیم با چنین برآوردهایی و تخصیص بخشی از وجود برای به اصطلاح جبران این خسارت‌های زیادی مسئله حل میشه. مسئله یک مسئله حسابداری نیست، یعنی به خاطر یک خطای حسابداری در نظر گرفتن این ملاحظه دچار بحران زیست نشد. این تأکید حسابداری بر ملاحظات مالی صرف این مسئله رو تشدید کرده. بنابراین اگر واقع بین باشیم میتونه در تخفیف بحران ها مؤثر باشه، در صورتی که جامعه مدنی قدرتمند باشه، حسابداری از نهادهای حاکمیتی وجود داشته باشه، مطالبات زیست محیطی به شکل قدرتمندانه ای توسط جنبش های زیست محیطی دنبال بشه، جنبش های دموکراتیک دنبال بشه، اما اصلا یک راه حل نیست. راه حل بسیار قاطع‌تر و بنیادی‌تر بایستی در بحث انباشت سرمایه. ممنون از دوستان. خیلی ممنون. یک سوال در مورد خروج سرمایه داخلی. 40 سال پیش بحث در مورد صدور سرمایه خارجی بود، امروز بحث خیلی متوجه خروج سرمایه داخلی. سوال اینه که آیا اون چیزی که ایران اتفاق میفته با اون چیزی که تحت عنوان فرار مالیاتی در کشورهای غربی میبینیم تفاوتی داره؟ به هر حال فرایند انباشت و تراکم و تمرکز سرمایه در مدارهای بالاتر یک چیزی است که همیشه اتفاق میافتد. چه چیز در مورد ایران خاصه؟ بله، ببینید وجود تفاوت و تشابه رو بایستی در نظر بگیریم. نه هر کدوم این وجود رو در نظر بگیریم بدون ملاحظه سایر وجود دچار نوعی یک سوی نگری میشیم، واقعیت رو به صورت ناقص ارائه. دو عامل که توی گفتار اصلی من دربارش بحث کردم، یک عامل مربوط به ذات نظام سرمایه‌داری که مبتنی بر رشد ناموزون مرکب هست و یک عامل ناشی از جهانی شدن سرمایه که نقل و انتقال سرمایه رو آسون کرده و در همین فرآیند جهانی شدن سرمایه فضاهایی به وجود اومده مثل انواع بهشت های مالیاتی و آزاد که محل جذب سرمایه های به اصطلاح فرار کرده از مالیات یا مقررات سخت ایران و غیره هستش. اینا تشدید کرده به اصطلاح اون چیزی رو که در ذات سرمایه داری هست که رشد ناموزون و مرکب هست. بنابراین تولید ناموزون فضا در ذات این نظام هست و به سبب تولید ناموزون فضا جابجایی حرکت سرمایه از نقطه به نقطه دیگه یک امر دائمی است با توجه به پتانسیل هایی که هر فضا وجود دارد. آن چیزی که در 4 دهه اخیر بحث انباشتگذاری و فرار سرمایه رو در ایران تشدید کرده، علاوه بر این عامل مربوط به ماهیت سرمایه داران نظام جهانی، ادغام اقتصاد ایران در نظام جهانی هم به جهانی شدن و نظارت گذاری از بازارهای مالی عوامل مشخصی بوده که مربوط به ساخت قدرت سیاسی در ایران و بخش ایدئولوژی که این قدرت بوده که قائل به خودی و غیر خودی کردن هست و در این فرایند خودی و غیر خودی کردن بخش از مردم با حاشیه رانده میشن، شهروند در درجه دو تلقی میشن و اینا میتونند استراتژی که برمیگزینند در برابر این مسئله استراتژی خروج باشه، یعنی ترجیح بدن برن به فضای دیگری برای
سرمایه گذاری. پس بخشی از مهاجرین هم میتونن سرمایه گذاران باشن که به این امر دست دارن. مسئله اما حجم بسیار بالای قرار سرمایه است که به شکل یک به اصطلاح خونریزی بزرگ از شریان‌های اقتصادی در خودش نشون میده. یعنی وقتی معادل نیمی از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت فرض بفرمایید بر اساس اون چیزهایی که در جلسه بحث کردم از اقتصاد ایران به سمت قرار سرمایه خارج شده، میبینیم چه پتانسیل هایی رو این اقتصاد و این اجتماع که امروز دچار انسدادهای ساختاری امروز دچار احتمال فرودیزی کامل فابریک اجتماعی از دست داده در حوزه مالی و بحثای مالیه مفصله. اما این نکته که تفاوت ایران رو یا کشورهای از این طرف با نمونه تیپیک نمونه وار اقتصادهای دیگه نشون میده که خب در اصل جهانی شدن سرمایه ورود و خروج دائمی سرمایه لحظه‌ای سرمایه 24 ساعته سرمایه هم نیست دائمی، در مقاطعی هم بحران‌های خاص در اقتصادها ایجاد کرده مثل بحران 1997 در کشورهای آسیای جنوب شرقی. ولی مسئله اینه که ما در ایران یک فراینده دراز مدتی رو شاهد هستیم که جریان خروجی سرمایه به شدت غلبه داره به جریان ورودی سرمایه، که این عوامل علاوه بر عوامل ناشی از ساخت اقتصاد سرمایه‌داران و جهانی شدن چنان که گفتم ناشی از ساخت ایدئولوژیک حکومت و در واقع نوع شکل‌گیری نظم سیاسی بعد از انقلاب داره که بایستی بهش توجه بشه. ممنونم از سوال دوست عزیزم. خیلی ممنون. چندین سوال در مورد اختلاف و رقابت چین و آمریکا داریم که یکیش رو در واقع میپرسم. آرزو و کبرا مشخصا در این مورد پرسیدن اینکه با توجه به بحران کرونا و در پرتو اون اختلاف سیاسی آمریکا و چین تبدیل شد به جنگ سرد، ترامپ میخواد زودتر اقتصاد آمریکا رو باز کنه، اما بدون اینکه چین در این بازار سرمایه گذاری کنه و حضور داشته باشه، آیا اصلا همچین چیزی ممکنه؟ قبلا مقرر بوده که چین وعده داده بوده که 200 میلیارد دلار کالاهای آمریکایی رو بخره، اکنون همه اینا تحت تاثیر این جنگ سرد قرار گرفته که تحت تاثیر کرونا تشدید شده. و اصولا اصلا این سوال هم هست که در این رقابت تنگاتنگ اقتصادی چجوری آمریکا به نفعشه که چین رو به چالش بکشه؟ ببینید، من ترجیحم به این سوال‌ها رو اصطلاح پاسخ به سوال‌های از این دست توسط متخصصی داده بشه که در حوزه ژئوپلیتیک صاحب نظرند و مسائل ژئوپلیتیک رو به ویژه از منظر نگاه به جهانی بودن نظم سرمایه‌داران، نگاه به ضرورت وجود قدرت‌های هژمونیک در نظم سرمایه‌داران و مسائلی مانند توسعه ناموزون فضا و رشد ناموزون مرکب سرمایه‌داری بررسی. پس من اگر هم بخواهم پاسخگوی به این سوال باشم، پاسخگوی هستم که خودم بر اساس علایق شخصی یه مقداری مطالعه کردم یا شاید ترجمه جمع کرده باشم در این زمینه و بیشتر از دیدگاه‌های دیگران بهره می‌برم تا اینکه بخوام خودم صاحب دیدگاه مستقلی در حوزه باشم. دیدگاه به اصطلاح دیدگاه به گمان من بر اساس مجموعه خوانده ها یه دیدگاه افراطی به گمان من داره که نوعی فضا به نوعی میخواد فضای جنگ سرد در واقع 1945 دقیق در 1949 تا 1989 یا اون مقطع تنش جدایی بین امریکا و شوروی رو بازسازی کنه در قالب جنگ سرد امریکا از یک طرف و
شرکت با چین و قدرت های ژئوپلیتیک موجود مثل روسیه و دیگران از طرف دیگه. به نظر من این نوع نگاه به تحولات نظم امروز جهانی پاسخگو نمیتونه باشه و شکل ساده شده ای از این تضادها و تقابل ها رو ارائه میده، شکل تقلیل یافته ای رو ارائه میده. ما اگر دقت بکنیم توی مناسبات اقتصاد جهانی و میزان ادغام بازارهای مالی و بازارهای کالایی کشورها در سطح جهان، مسئله به نام زنجیره جهانی کالاها رو در نظر بگیرید. نظم سرمایه دارانه اقتصاد چین رو مورد ملاحظه قرار بدید. حضور گسترده سرمایه داران خارجی به ویژه امریکایی در چین و حضور گسترده سرمایه های چینی در بازارهای مالی امریکایی رو مورد و اروپایی رو در کشورهای به اصطلاح مرکزی سرمایه مورد توجه قرار بدیم، به این نتیجه میرسیم که به نظر میرسه چنین دیدگاهی کمی تقلیل کمی که نه تقلیل گرایان است و قادر به تبیین نیست، به ویژه اینکه در دراز مدت میتونه پیامدهایی یعنی توصیه هایی در عرصه سیاست بکنه که توصیه های بسیار خطرناک، بسیار مهلک و بسیار ضد دموکراتیک که از جمله این توصیه ها که در سالهای اخیر شاهدش بودیم گرایشی بوده که امر اصلی رو مقابله با هژمونی امریکا میدیده و تقویت قدرت های رقیب که به شدت به روند دموکراتیک سازی فضای سیاسی و اجتماعی آسیب میزنه و جنبش های دموکراتیک نه تنها در ایران که در کل به ویژه منطقه خاورمیانه و در ابعاد کوچکتری در سطح جهانی آسیب میزنه. پس من خیلی با این گرایش همدلی ندارم در بحث رقابت های چین و امریکا. دیدگاه و فرضیه ای وجود داره که نوعی توازی نوعی توافق نهایی بین و چین رقیب رو پیشبینی میکنه، یعنی امریکا به هر حال بایستی به امتیازاتی بدهد در حوزه اقتصادی، در حوزه مالی و امتیازاتی بگیرد، یعنی این بارگنی، این چانه زنی قدرت های ژئوپلیتیک منجر بشه به شکلگیری اون نظر قرار حاکم بشه، جایگزین نظم ژئوپلیتیکی بشه که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و اکنون به قدرت کامل. گرایش من بیشتر به این سمته، اما در این گذار ما شاهد تنش‌ها خواهیم بود، شاهد تنش‌ها رویارویی‌های نظامی چه بسا تنش‌های گسترده نظامی منطقه‌ای، جنگ‌های نیابتی میتونیم باشیم، ولی فراموش نکنید که سرمایه در نهایت منافع خودش رو دنبال میکنه، چه سرمایه امریکایی باشه، چه سرمایه چینی باشه، چه سرمایه مافیایی پوتین و شرکاش باشه و به دنبال منافع مردم و توانات مردم است. در هیچ کجای جهان نخواهد بود و خودمون رو حسیب بازسازی فضاهای دوران جنگ سرد رو نمیدونم دنبال راه رشد غیر سرمایه‌داری رفتن و غیره که همون موقع یک کابوس و تخیل بود و به هیچ جا به جز تقویت قدرت‌های تجاری منتهی نشد، دنبال چنین فضاهایی نریم، خودمون رو فریب ندیم و سرگرمی‌های ذهنی به این شکل برای خودمون درست نکنیم. میدان اصلی مبارزه، میدان اصلی مبارزه طبقاتی فضاهای داخلی مبارزات ژئوپلیتیک جهانی تأثیر گذار هست، ولی جایگزین مبارزات طبقاتی در اصل متشکرم تا جایی که من
میتونستم و تلاش کردم به این سوال دوستان در این زمینه پاسخ بدم. خیلی ممنون. وقت جلسه از وقت معمولش با توجه به مشکلات فنی افزایش پیدا کرد. من عذرخواهی میکنم از خانم آقای اکبری و سراوان، سعی میکنم سوالشون رو در جلسه بعدی بپرسم. یکی دو تا سوال محیط زیستی اگر فرصت باشه طرح کنیم و جلسه رو به پایان برسونیم. این صحبت مطرح شده که بعد از همه‌گیری ویروس کرونا بدون این موضوع مطرح شد که مردم خونه موندن، ترافیک کاهش یا انتشار گازهای گلخانه‌ای به همین طور، و اما بعداً معلوم شد که از این شرایط استثنایی اضطراری کشورها استفاده کردن برای زیر پا گذاشتن پیمانها و معاهده های زیست محیطی و تغییرات اقلیمی. شما این رو و تأثیر کرونا رو بر اقتصاد محیط زیست به ویژه در ایران چگونه میبینید؟ ببینید من حالا توی بحثم که متاسفانه نمیدونم واقعا چقدر قابل شنیدن بود یا شنیده شد، یا این مختلی موضوع رو بحث کردم. اولا خب ببینید هر کدوم از سوالهای دان مطرح میکرد آلهای یک حوزه تخصص ویژه ای رو و ما از یافته های تلاش می کنیم، از یافته های متخصصان اون حوزه ها در چارچوب دستگاه نظری که به گمانمون قادر به تبیین اوضاع هست به طور عام پهده ببریم. در مورد آن چیزی که در پی کرونا رو داد و به شکل طبیعی، چون وقتی که تولید وجود نداشته باشه، وقتی تردد وجود نداشته باشه، وقتی جا به جایی از یک شهر به شهر دیگه، از یک منطقه به منطقه دیگه وجود نداشته باشه، وقتی پرواز وجود نداشته باشه، طبیعت از دست انسان خلاص میشه، میتونه برای مدت کوتاهی یک نفس راحتی بکشه. اما مسئله مهم این است که آیا چنین وضعیتی میتونه دوام دراز مدت داشته باشه که اون رابطه متابولیک انسان و طبیعت بار دیگه نظم منطقی خودش رو پیدا کنه؟ خیر. چرا؟ چون منطق حاکم بر انباشت سرمایه اساسا در تناقض با ارتباط متابولیک منطقی انسان و طبیعت. آن چیزی که تحت عنوان آنتروپوژن مطرح شده، اتفاقاتی که از دهه 1950 و 60 در رابطه انسان و طبیعت ایجاد کرده، برای ایجاد یک ارتباط در حقیقت قابل زیست دراز مدت بین انسان و طبیعت، این نظم باید برهم بخوره. تحولاتی مثل کرونا تلنگرهایی هست که به جامعه بشری داده میشه که در این مورد به خودشون بیاد. این که ما حالا به هر حال بخشی از دولت ها دوستمون گفتن از این فرصت بهره بردن برای کنار گذاشتن این کنوانسیون های جهانی در حوزه مسائل زیست محیطی، اون دولت ها اون طبقات فرادست مسائل منافع خودشون رو دنبال میکنن و نگرش هاشون کانتی که تحولات میشون داده، نگرش های کوتاه مدت و بسیار کوتاه مدت، به نوعی معتقدن که نظم بازار و سرمایه‌داری میتونه همه چیز رو حل کنه. این بحران ها موقته، چون شاهد بودیم ترامپ یا سایر دست راستی های افراطی که در سالهای اخیر قدرت رسیدن دائمی مسائل بحران‌های مهلک زیست محیطی رو نادیده گرفتن یا به شوخی گرفتن. اون چیزی که اهمیت داره فشار از پایین، وجود جنبش‌های زیست محیطیه. تا فشار از پایین وجود نداشته باشه، عقلانیت چیزی تحت عنوان عقلانیت در نظام سرمایه‌داری ما رو به اصطلاح سرمایه‌داری سبز،
سرمایه‌داری دوست با محیط زیست نمیتواند برود، چون منطق این انسان مبتنی بر تخریب محیط زیست. متاسفانه یک دوره طولانی این مسئله مورد توجه قرار نداشت، یعنی مسئله آسیب زدن به محیط زیست محدود به نظم سرمایه دارانه نبود. در کشورهای به اصطلاح سوسیالیسم دولتی، یعنی پرتغال، شوروی و غیره، ببینه از دهه 1930 به بعد که برنامه های توسعه رو شروع کرد این کشورها، اصلا مسائل زیست محیطی بهش توجه نشد که فجایع زیست محیطی رو در این کشورها هم شاهد بودیم. یعنی اون نظم تولیدگرایانه به شدت نگاه تولیدگرایانه، نگاهی که تقدس میبخشه، به تولید هم به شدت آسیب زده. باید فشار از پایین وجود داشته باشه و جنبش های چپ و مترقی یکی از اولویت هاشون هم داره توجه به مسائل زیست محیطی باشه اگر میخوان اصلا بشریت آینده ای داشته باشه. مبارزات زیست محیطی، مطالبات زیست محیطی بایستی به نظر من در دستور کار جنبش کارگری قرار بگیره، در دستور کار انواع تشکل‌های جامعه مدنی قرار داشته باشه، در سطح جهانی، در سطح ملی و در سطح منطقه‌ای. برای مثال من بحران خشکسالی شما در منطقه خاورمیانه رو در نظر بگیرید، تقریبا تمام کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا به استثنای مصر و با افزودن کشورهای آسیای مرکزی یا آسیای میانه در منطقه شمال خاورمیانه و پاکستان در منطقه آسیای جنوبی، طی سالهای آینده و تا سال 2040 شدیدترین بحران کم آبی در سطح جهانی رو خواهند داشت. شما وقتی که کلیت یک منطقه دچار یک بحران فراگیری مثل بحران خشکسالی میشه، کلیت در حقیقت جنبش های مطالباتی و دموکراتیک فراگیر در این کشورها بایستی تشخیص بدن که مسائلشون دیگه مسائل محدود به یک امر ملی نیست، نیاز به نگاه برادرانه، برادری بین سایر ملت‌ها وجود دارد در امر جنبش های صلح. اینا نکات کلیدیه که آینده ما رو، آینده درازمدت ما رو می‌تونه شکل بده یا به سمت روال محض به اصطلاح تمدن بده یا به سمت یک بازسازی جوامع انسانی در منطقه ترکیب. خیلی ممنون. میخواید حالا با توجه اینکه از وقت جلسه گذاشتیم من سوال آخر هم بپرسم و بعد جلسه رو ببندیم؟ سوال این است که حکومت ایران پس از جنگ همون سیاست های سدسازی رو دنبال کرد که در دوران پهلوی آغاز شده بود. آیا میشود گفت که الگوی توسعه جمهوری اسلامی و نظام پهلوی در یک امتداد قرار میگیرند و در هر دو در سطح کلان سیاست های توسعه با سیاست های مرکزگرایی روبرو هستیم که بدون توجه به نیازهای محلی زیست محیطی طراحی و اجرا شدند؟ بله، میتونیم این مسئله رو بگیم. یعنی من توی صحبت ها ما اشاره کردم در مورد ارتباط انباشته سر، ارتباط محرر انباشته سرمایه و تخریب زیست محیطی از اوایل دهه 40 به سر مورد اشاره قرار دادم. واقعا فراتر از این نظام سیاسی یا نظام سیاسی اساسا همونطور که در بحث قبلی گفتم نگاه تولیدگرایانه که داشته در همه نظام های سیاسی، نگاه ضد زیست محیطی، حالا در ایران دهه 40 شما
اگه مختار بفرمایید اسناد اقتصادی رو یا نوشته هایی که وجود داشت، بحث های متعددی مثلا من خودم خونده بودم، اساتیدی در به اصطلاح شاه امیر و قنات رو مقایسه کرده بودم به لحاظ به اصطلاح میزان بهره وری و مسائلی از این دست، و آن دست از اساتید بزرگواری هم که نگاهشون به اون مکانیزم های استفاده از قنات و قدید، احساس من که بیش از آن که ملاحظات نیست مورد نظرشون باشه، نوعی نگاه نوستالژیک به تمدن و تاریخ باستانی و غیره بوده که اون فتای شاه مثلا از قنات رو به عمل می آوردن. بنابراین ما در کشاورزی مثلا اون دهه 40 چون کشت و صنعت ها و غیره اتکای زیادی به حفر چاه‌های داشت، در سال‌های بعد از انقلاب در مثلا حالا فراتر از قرن اول توسعه 1968 به بعد در دهه اول انقلاب هم به سبب بی‌نظمی که ایجاد شد و سیاست‌های پوپولیستی دولت هجوم گسترده‌ای به منابع زیرزمینی از طریق حفر چاه‌های رخ داد که اثراتش رو تا امروز هم شاهد بوده که موز دومش هم در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شاهد بود که یعنی هر وقت این در واقع دوز پوپولیستی دولت ها توی ایران افزایش پیدا میکرد، چه تو اون ده ساله اول که توی اون هشت ساله دوره احمدی نژاد این بعد شروع کردن به مجوز دادن برای رأی خریدن برای در حقیقت خام پروری به این چاه‌های حد شده به این شکل. پس هم در زمان شاه و برنامه توسعه زمان شاه متاسفانه ملاحظات هم در برنامه های توسعه که بعد از انقلاب شاهد و هم علاوه بر اون سیاست هایی که شکل گسترده اعمال شد در حوزه توسعه شهری، در حوزه سدسازی ها و غیره که خیلی هاشون هم واقعا مستاق اون در دو مسئله حاجی میرزا عباسی بود که اگه برای تو آب نداره برای من نون داره، یعنی نون رسوندن به بورژوازی پیمان کار بوده در بسیاری از این پروژه هایی که شاهدش بودیم و آسیب هایی جدیدی که به کالبد شهریمون و به کالبد طبیعتمون زد در حوزه های مورد متاسفانه بیبازگشت به نظر میرسه. تاکید میکنم به نظر من مبدع این آسیب های زیست دهه 1940 بگیریم درستتر زمینه در چهار دهه و انواع ممنون از خیلی ممنون. آقای صداقت به پایان جلسه رسیدیم. جلسه آخر این سلسله وبینار چهارشنبه بعد همین ساعت برگزار میشه و آقای صداقت به دیگر ابعاد بحران اقتصادی اجتماعی در ایران خواهد پرداخت. به امید روزهای بهتر، خدا نگهدار.